درود به شما همراهان گرامی، در برنامه دیگر از مجموعه ایسکا همراه کاروان مسافران کرامت انسانی و مفاهیم اصیل هستیم و سپاسگزاریم که دقایقی رو با ما صرف میکنین در همراهی با این کاروان در ایسکا چهارم. امشب تصمیم گرفتیم به افتخار شما یک دسته کبوتر سفید رو در آسمان ایسکا رها کنیم. بهتره بدون مقدمه ورود کنیم به بحثی که بارها و بارها راجع بهش صحبت شده و ما امشب تلاش میکنیم به عمق این مفهوم وارد بشیم. مسئله ای که امشب توقف ما رو در ایسکای چهارم میطلبه برمیگرده به سالهای دور در هیبت و هیئت و اندازه های ابدی و ازلی و تاریخی. بله، از رهایی دست کبوترهای سفید تصویر رو وام میگیریم و همین تصویر میشه بهانه و موضوع بحث امشب ما. شاملو میگه تمامی الفاظ جهان رو در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی. درست حد زدین. امشب راجع به آزادی با هم گفتگو خواهیم کرد. حقیقتش اینه که درک مسئله و مفهوم آزادی در این روز و روزگار بسیار دشوارتر از گذشته به نظر میرسه. با افزایش جرم و جنایت در جای جای جهان، با وضع قوانین تنگ نظرانه در کشورهای مختلف، با سلطه مذهب در کشورهای غیر سکولار و همچنین قوانینی که مذاهب طی سالیان بر انسانها تحمیل کردن، پر واضحه که آزادی و چهره آزادی بیش از پیش باید مخدوش شده باشه. اجازه بدین به تک تک اینها نگاه عمیق‌تری بندازیم، شاید ذره‌ای از ابهام موضوع برطرف بشه. چیزی که دشوارتر از همه اینها به نظر میرسه اصولاً به دست دادن تعریف مشخصی از کلمه آزادیه. یعنی در طول تاریخ انسان‌ها در قالب‌های مختلف سعی کردن که تعریف مشخصی از آزادی داشته باشن. فلاسفه در تعریف آزادی به بیراهه‌ها و بیابان‌ها کشیده و کشانده شدند که اتکا و اعتماد به تعاریف اونها به نظرم یک کمی احتیاط بیشتری طلب می‌کنه. مثلا سارت به عنوان یکی از بزرگان مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم و یا فلسفه اصالت وجود، آزادی رو برابر با تعریف وجودی انسان میدونه. به نظر او واقعیت انسانی وجود نداره مگر در آزادی. او قائل نیست که انسان بر اساس برنامه و نقشه الهی از روی هدف یافریده شده و عقیده مدلی رو 100% مخالف آزادی مطلق و کامل آدمی میدونه. این نوع نگاه بی قید فلسفی به نظرم مفهوم آزادی رو تا رتبه و درجه میبره که انسان رو آزاد به انجام هر کاری و در هر حدود و اندازه‌ای میدونه. به عقیده من هیچ کمکی به آزاد زیستن واقعی انسان نمی‌کنه. سارت در کتاب کلمات میگه که آزادی یعنی امکان برگزیدن و آزادی انسان کاملاً به این معنیه که انسان در هر لحظه از زندگی خودش قادر بین گزینه‌های مختلف آزادانه یکی رو انتخاب کنه. من اگرچه خواندن آثار و رمان‌های سارت رو همیشه ازش لذت میبرم، اما مشکلات جدی با این نگاه در تعریف آزادی دارم. سوالی که برای من پیش میاد از سر بررسی وجود خودم بیرون میزنه و اون اینکه چگونه است که در شرایط مختلف امیال و خواسته ها و چیزهایی رو در درون خودم میبینم که منو کنترل میکنه، که هرگز قادر نبوده و نیستم که خودم رو از چنگالشون نجات بدم و آزاد بشم. مگه قرار نیست در هر وضعیت بهترین گزینه رو آزادانه انتخاب کنم؟ گزینه‌های پیش روی خودم رو دیدم و عقل سلیم و پر از معلومات و با حکمت به من میگه که برای رهایی من کدوم بهتره، اما من صرفاً با فهم این مطلب و اعتقاد بهش لزوماً قادر به عملی کردن گزینه آزادی در خودم نیستم. من نظریه آزادی سارت رو با ده‌ها کتاب و مقاله‌ای که بر موضوع آزادی نوشته رو خیلی راحت میتونم ازش عبور کنم، چرا که از خودم میپرسم که چهره‌ای مثل او که بزرگترین و تأثیرگذارترین آدم بر مفهوم آزادی در فلسفه است، چطور خودش در اثر مصرف بیش از حد سیگار و نابود کردن ریه‌هاش جانش رو از دست داده. منظورم اینه که من ممکن گفتمان‌هایی که نظریه او تولید کرده نیستم، ولی در نهایت سوالی که پیش میاد برای من اینه که یک نفر مثل سارت از تسلط یک سیگار 2 سانتی متری نمیتونسته آزاد بشه و بعد کتابها بر مفهوم آزادی نوشته. این یک نگاه بیرحم و دوگماتیسم بر نظریه آزادی از نگاه فلسفه نیست. آزادی در مفهوم کلیش برای ما به معنی رهایی از هر عنصریه که ما رو از درون کنترل میکنه، به این معنی که ما میتونیم در یک سلول انفرادی و یا در یک کشوری تحت سلطه دیکتاتوری به ظاهر زندانی و اسیر باشیم، اما چون از درون آزادیم، پس آزادی واقعی رو حتی در اون شرایط تجربه و زندگی کنیم. و البته بالعکسش هم میشه، در یکی از آزادترین و دموکراتترین کشورهای دنیا مثل هلند زندگی
زندگی کنی، ولی از اعماق و درون سلطه اسارت رو زیر پوست خودت احساس کنی و خفه بشی و راه حلی نداشته باشی. نقد بعدی من بر مسئله آزادی از دیدگاه فلسفه اینه که گاهی نظریه‌های پیچیده فلسفی غیر از اینکه از جانب یک گروه خاص قابل فهم و درک باشه، غیر از این نیست. چقدر از انسان‌های روی کره زمین قادرن که در کارگاه آموزشی شرکت کنن که نظریه ساتر در مورد آزادی برشون تدریس و باز بشه و بعد با فرض به پیوستن این غیر ممکن، مگه اینو تفکر چقدر قدرت اجرایی داره که همه شنوندگان تعلیم سارتر رو در زندگی‌هاشون تجربه کنن؟ تکلیف اون پیرزن بی سوادی که در دهکوره‌ای در شیراز نشسته و در آستانه 70 سالگیه چیه؟ آیا امیدی برای تجربه آزادی واقعی هست؟ و همچنین احتمال شنیدن این پروژه فلسفی، رسیدنش به اون دهکوره و فهمش از جانب یک آدمی در اون موقعیت چقدره؟ به نظرم 0%، شاید زیر 0%. بنابراین چیزی که برای من مشهوده اینه که شخصی مثل من که بسیار هم دنبال تحقق آزادی درونی هستم، با تکیه بر نظریه های فلسفی قادر نیستم آزادی رو به صورت ملموس تجربه کنم، فهم کنم و تازه به دیگرانم منتقل کنم. من به نوعی احتیاج به تعریفی دارم که جهان شمول و زمان شمول باشه و در تمامی ادوار برای همه ابنای بشر، حتی قبل از تولد فلسفه هم، قابل فهم و اجرا با نیروی عمل کرد باشه. چند دقیقه وقت بدین راجع به مسئله آزادی فکر کنین. برمیگردیم. در ایستگاه چهارم با شما هستم و در مورد مبحث مهم آزادی حرف میزنیم. کلمه ای که خود من همیشه تا همین سالهای اخیر تصور میکردم مقوله بزرگتر از دهن من و امثال منه. اتفاقا یکی از فکرهای اشتباه اینه که بعضی از مفاهیم اینقدر پیچیده به نظر میرسن و در انحصار یه عده روشن فکر نمای فلسفی و سیاسی قرار گرفتن که بحث کردن راجبش از جانب عامه مردم مضحکه. اما ما امروز میدونیم که مقوله آزادی یک مقوله همگانیه و اصلا تمامی تلاش در جهت رسیدن به آزادی برای اینه که تک تک ما آزادی رو تجربه کنیم. رندان دنیا این مفهوم رو خیلی انحصاری کردن و به نوعی القا میکنن که آهای مردم شما کاریتون نباشه، به قول معروف آسوده بخوابید، ما آزادی رو آنالیز و حلاجی میکنیم و تئوریزه و فرمولیزه میکنیم بعد در اختیار شما قرار میدیم. آزادی کپسول و قرص نیست که فرایند تولیدش از زیر میکروسکوپ روشن فکر نماها رد بشه و بعد به دست ماها برسه برای استعمال. اینها همه تلاش‌های بیرونی برای تولید آزادیه. حتی تمامی تعریف هایی که آزادی و اسارت رو از درون و برای درون انسان تجویز و تعریف می کنن هم راه حلی برای آزادی واقعی انسان ارائه نمی کنن. سند واضح و مشخص هم همین وضعیتی است که در دنیا می بینیم. به نظرم ما حاضریم همه جای دیگه وقتمون رو تلف کنیم الا جایی که آزادی واقعی رو برای ما برمقان میاره. اگه خوب یادم باشه اواخر سال 2001 میلادی بود که از پس یک واقعه تاریخی و بزرگ جهانی به نام 11 سپتامبر کل دینامیک جهان ما به هم ریخت و توپ فرصت رو انداخت توی زمین اونهایی که معطل بهانه بودن، اونها که با شعار آزادسازی کشوری که کمترین نقش رو در واقعه 11 سپتامبر بازی کرده بود به عراق حمله کردند تا اون کشور رو از وجود دیکتاتوری که 40 سال خون مردم رو تو شیشه کرده بود و از نظر اونها بزرگترین حامی تروریست در جهان بود خالی کنن. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد صدام حسین باید برود و بعد دیدیم که حمله آمریکا به عراق باعث آغاز یک هلاکت و خونریزی عظیم در عراق شد که حتی تا امروز هم میشه گفت ادامه داره. اولین عکس و تصاویر مخابره شده از اولین ماهای حمله آمریکا به عراق مردم عرب زبانی بود که در کوچه های بغداد میرقصیدند و وقتی دلیل شادیشون پرسیده میشد میگفتن عراق آزاد شد. ما امروز خوب میدونیم که عراق آزاد که نیست که هیچ، برعکس گذشته غمبارتر و گرفتارتره و محصلش اینه که با کیفیت‌ترین نفت جهان که منبع ملی کشور عراقه هر روز به تاراج میره.
بنابراین سیاستمداران گاهی دعوی آزادی دارن و مدعی هستن که میتونن آزادی رو به حتی کشور دیگه‌ای هم هدیه بدن. یکی از مضحک‌ترین ترکیب کلمات برای من قرارگیری کلمه آزادی در کنار کلمه ارتشه. ارتش آزادیخواه ایرلند، ارتش آزادی سوریه، ارتش آزاد شرق کردستان، ارتش سبز آزادی، ارتش آزاد مصر. خنده‌دار نیست؟ گروهی از سربازان که تعلیم گرفتن که بکشن یا کشته بشن تا آزاد کنن و یا دیگران رو بکشن اگر کسی به آزادی خودشون و یا کشورشون و یا مکتب و گروهی که عضوش هستن دست درازی کنه. این چه ترکیب احمقانه‌ایه؟ کدامین ارتش قادر از آزادی محافظت کنه؟ بله، کسی منکر محافظت از مرزها و کیان و ناموس مردم نیست، ولی گاهی بهتره بگم احتمالاً چاره‌ای هم غیر از این نبوده که در اوایل تاریخ تا امروز گروهی از تعلیم یافتگان که ما اسمشون رو ارتش می‌ذاریم باشن که کارشون محافظت از مرزهای سرزمینشون باشه. اما نه اینکه چون شما ما رو کشتید ما هم یه گروه و یه ارتش تشکیل میدیم به نام ارتش آزادی بخش که حاضریم به قیمت کشتن گروه دیگه‌ای از آدم‌ها که لابلاشون کودکان و مردمان بی‌گناه هم هستن از آزادی دفاع کنیم یا آزادی ببخشیم به شما. بخشش آزادی و یا محافظت از آزادی به قیمت ریختن خون دیگران ابلهانه است. بهتر جمع کنیم بساط این زد و نقیض رو، یکم عقلمون رو به کار بندازیم، میفهمیم که این هم یک بازی کودکانه سیاست مداران است که جان عده‌ای رو خواهد گرفت. قسمت‌ها و بخش‌هایی از یک سرزمین به قیمت قتل دیگران تسخیر خواهد شد. آدم‌هایی با شکم‌های گنده فربه‌تر از قبل میشن و روی تپه‌ای از جنازه مردمان بی‌گناه می‌ایستند و به ریش همه ما میخندن و به روی همه اینها یک برچسب بزرگ میچسبونن که روش نوشته شده آزادی. با یک دل غمگین به جهان شادی نیست، تا یک ده ویران بود آبادی نیست، تا در همه جهان یکی زندان هست، در هیچ کجای عالم آزادی نیست. در اسکاه چهارم هستیم و بحثمون رو حول محور آزادی پی میگیریم. جهان مجموعی از آدمهای گرفتاره که اگرچه بادی به غبغب میندازن و شعار نودوستی و آزادی خواهی سر میدن، اما هیچ کار شایسته‌ای در جهت تحقق آزادی نکردن. چرا اینو میگم؟ چون هیچ آدمی نمیتونه انسان و یا جغرافیای دیگه ای رو آزاد کنه. آدما خودشون از سلطه کوچکترین گرفتاری ها، مثل همون سیگاری که اول برنامه مثال زدم، نمیتونن آزاد کنن. حالا بخوام مدعی نجات بقیه آدم‌ها و سرزمین‌های دیگه باشن، به قول معروف کوری عساکش کور دیگر شود. ما هنوز در ابتدایی ترین مسائل آزادی گرفتاریم و درک درستی از این مقوله نداریم. عزیزان، کسب آزادی جنگ بردار نیست. ما مولد و تولید کننده آزادی نیستیم. کسی باید ما را آزاد بکند و این آزادی درونی چیزیه که باید به ما عطا بشود. ما دلخوش به چی هستیم که تمام تلاشمون این باشه که در کشوری باشیم و یا به کشوری مهاجرت کنیم که درش آزادی بیان هست، یعنی هر کی هر چی دلش خواست ولو در چارچوب قانون میگه و مینویسه و تبلیغ میکنه بدون ترس از دستگیری و زندان و شکنجه؟ خب این خوبه، نه اصلا عالیه. بعدش چی؟ این به این معنیه که ما آزادی واقعی رو داریم و تجربه میکنیم؟ الان من تو کشوری مثل آمریکا زندگی میکنم، میتونم به رئیس جمهور این کشور ناسزا بگم و همین که از سیاستهاش انتقاد آزادانه بکنم بدون ترس از دستگیری، ولی وقتی همین آقای رئیس جمهور کاری میکنه که کلافه میشم و ناسزا میگم و حتی گروهی رو سازماندهی میکنم که بر علیه او بجنگم تا او رو از صحنه خارج کنم، تکلیف این همه تلخی که منو کنترل میکنه چیه؟ تکلیف بند و گرفتاری های روحی و خشم و بددهنی و فکرهای منفی که خودم رو در بندش میبینم چیه؟ چطور میشه از اینا آزاد شد؟ حالا به من بگین چطور یک نفر میتونه برای سیاست مدارانی که دنیا رو به لجن کشیدن دعای برکت بکنه؟ مگه میشه؟ ما که کتاب ها مینویسیم درباره آزادی در فلسفه، آزادی در اخلاق، آزادی در حقوق و چیزهایی از این قبیل، چطور از اسارت یک چشم ناپاک، یک ذهن خشمگین، یک قلب منفیگرا و بدبین و از یک زبان تند و برنده آزاد میشیم؟ چطور میتونیم؟
حالا میدونم یه عده پیدا میشن میگن خود آدم اگه خودش از اعماق دلش تصمیم بگیره قادر از هر اسارتی آزاد بشه. به این دوستان میگم ما اگه اینقدر کارمون درست بود الان وضعیت دنیامون اینقدر به هم ریخته و بیریخ نبود. بس ما چرا هنوز گرفتار ساده ترین اسارت هاییم؟ تا به حال از این زاویه به کلمه آزادی فکر کرده بودین، نگاه کرده بودین؟ لازم نیست به اندازه یک کتابخانه کتاب بنویسیم در باب آزادی، نمیخواد دیوان دیوان شعر بگیم در وصف آزادی. شما بیا از شر همین دهن غیبتگو و ناسزاگو آزاد بشو و بقیهش پیشکش. امکان نداره بتونی همچین کاری بکنی. حتی اگه اینجا و در این قسمت گرفتار نباشی، مطمئن باش یه جای دیگه تو بندی. بهتر اعتراف کنیم که اسیریم و گرفتار. چیزهایی هست، عناصری هست، نیروهایی هست که ما و جهان ما رو کنترل میکنه. چرا نمیخوایم اینو درک کنیم؟ چقدر میخوایم ظاهر دنیا رو بزک دوزک کنیم و اسمشو بذاریم آزادی؟ یه عده هستن که آزادی رو از قانون تعریف میکنن، یعنی کلمه آزادی در چارچوب قانون اجتماعی و مدنی براشون معنی پیدا میکنه. میگن آدم تا اونجایی آزاده که مزاحم آزادی دیگران نشه. خسته نباشید. خب سوالی که ما بالاتر مطرح کردیم هنوز به قوت خودش باقیه و هنوز جوابی براش پیدا نکردیم. دوستان همینجا بگم من با هیچ کدوم از رؤوس آزادی که مطرح کردم و تحققشون مخالف نیستم و اصلا کار تحقیقاتی و آکادمیک و علمی و حتی پاره کردن حنجره های انسانی رو در جهت به دست آوردن آزادی مدنی رو لازم و ضروری میدونم. اما میخوام بگم اون اتفاقاتی که تو قلب ما میفته، اعمال و رفتار بیرونی که از ما سر میزنه و اون نشان دهنده بندها و اسارتهای درونی قلب ماست، چالش اصلی آزادی باید باشه. ولا غیر، وقتی خودمون از کوچکترین اسارتهایی که کسی اونها رو نمیبینه و خبر از وجودشون نداره اما ما میدونیم که گرفتارشیم، آزاد نیستیم، چطور انتظار داریم جهانمون رو باغ و گلستان کنیم و آزادی رو به ارمغان بیاریم؟ اینجا با اعتماد به نفس کامل عرض میکنم نه دوستان عزیز، من هنوز قطره ای از اقیانوس آزادی رو درک نکردم. میدونین چرا؟ چون هنوز بندها و اسارتهای واقعی شخصی خودم رو میبینم، انسانی که خودشون نمیتونه از پس خیلی از چالش ها بر بیاد و احتیاج به کمک و نجات دهنده داره. این تعریف انسان امروزی، انسانی که خودش قادر نیست خودش رو آزاد کنه، پس یک دستی باید بیاد و او رو نجات بده. حالا رسیدیم به جاهای هیجان انگیز برنامه. برای شناخت عمیق‌تر آزادی باید به درون خیشتن یک نگاهی بندازیم و چشم ما به انبوهی از اسارت‌ها باز میشه. هزار نکته باریک‌تر ز مو اینجاست که فقط با یک رجوع کوچیک به اندرون خودمون بلافاصله متوجه میشیم که همین اسارت‌های خوردریز هستن که در تمام طول زندگی ما رو کنترل کردن، قفل و زنجیر شدن و دست و پای ما رو گرفتن. اسارت‌های شخصی ما اسارت‌های واقعی ما هستن و آزادی از اونها مهمترین و واقعی‌ترین نوع آزادی هاست. توجه کنین من از میان انواع آزادی یکی رو انتخاب نکردم، بلکه دارم اشاره میکنم که اگر انسان آزادی درونی و واقعی رو تجربه کنه در واقع آزاده. یکی از مظاهر گمراهی در جهان که خرابی‌های بسیاری رو در طول تاریخ به بار آورده، ظهور مذاهب مختلف در جای جای دنیا است. از قدیمی‌ترین مذاهب گرفته تا مذاهب نوظهور و مکاتب و اسم‌های مختلف، همه و همه رو به یک ساحل، به یک بندر و یک لنگرگاه رسوندن، بندر اسارت و تاریکی. مذاهب با وعده آزادی انسان مأموریت خودشون رو شروع میکنن و عده‌ای هم مثل همه ماها رو گیر میندازن و بعد ما یک روز میشینیم و نگاه میکنیم و از خودمون میپرسیم که مگه این مذهبی که درش هستم قول آزادی به من نمیده؟ پس چرا اینقدر احساس خلأ میکنم؟ از اونجایی که مذهب قدرت این رو داره که در لایه‌های زیرین فکر و احساس و اراده و در کل روان آدم‌ها ریشه بدونه و نفوذ کنه، بنابراین رهایی از مذهب کار ساده‌ای نیست. حالا چه اتفاقی میفته؟ بعد از یک تست شخصی متوجه میشیم که آزادی وعده داده شده تو این مذهب رو هنوز دریافت نکردیم. چیکار میکنیم؟ با خودمون میگیم قطعاً اشکال از مذهب من نمیتونه باشه. اشکالی اگر هست احتمالاً از منه. حالا چی؟ تصمیم میگیریم که سفت و سخت‌تر مذهبمون و قوانینش رو دنبال کنیم و هرچی بیشتر وقت میذاریم مذهبی تر میشیم، نه روحانی. گرفتارتر میشیم، نه آزادتر. مثل یک مرداب فروتر میریم و حالا حتی آزادی ما از نقطه اول هم سخت‌تر میشه. یه عده در همون خفقان مذهب میمونیم و میمیریم و تا روز آخر هم کوتاه نمیایم و حتی تا دم مرگ مردم رو متهم به بیخودایی میکنیم، چون احتمالاً مذهب ما از همه مذاهب بهتره. بنابراین مذهب تا این جای کار خرابی رو که به بار میاره شاید بشه گفت وحشتناکتر از بیخدا بودن و ناخدا باور بودن انسانه.
من به تجربه فهمیدم آدم‌های صادق بی خدا که هنوز وجود خدا بهشون ثابت نشده ولی قلب بازی دارن، در مقایسه با اونها که گرفتار مذهبن هنوز تتمه‌ای از اخلاقیات در درونشون هست و اکثرا میتونن رفتارن حداقل در جامعه اخلاقی زندگی کنن. اما آدم مذهبی چون غلام حلقه به گوش مذهبشه، بنابراین اتوماتیکوار باید اوامر ارباب خودش رو که خدای مذهبش باشه رو به جا بیاره و اجرا کنه. خب حالا یه عده دیگه از ما هستیم که از مذهب میبریم و بیبند و بار میشیم. جالبه آدمی که از مذهب میبره اصطلاحاً دیگه از شر مذهب آزاد شدم، حالا میتونم مثل یک انسان آزاده زندگی کنم. بلافاصله به بیبندوباری کشیده میشه، چون دوره‌ای رو که در مذهب به سر میبرده جرأت نداشته هر کاری که دلش میخواسته انجام بده. انجام بسیاری از کارهای حتی معمولی مثل گوش دادن به یک نوع خاصی از موسیقی و شاید شادی و رقص با شدیدترین مخالفت‌ها از جانب اصول مذهبیش مواجه میشده، باهاش مغایرت داشته. بنابراین انسان زیر سایه مذهب انباری از عقده‌های درونی میشه و در عبور از مذهب مثل آبیه که از پشت سد خالی میشه و فرصت رو برای عقده‌گشایی مناسب میبینه. من در طول زندگیم بسیاری از آدم‌های مذهبی رو دور و برم در اقوام و بستگانم دیدم که در یک دوره مذهبی شدن و بعد سرخورده از مذهب بیرون آمدن و بیبند و بار شدن. گذار از چادر به عریانی، انتقال از شراب گلاب و شکر به مشروبات الکلی. حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. در قسمت پایانی ایستگاه چهارم با شما هستیم و از زخم‌هایی که مذهب با شعار دروغین آزادی تو قلب مردمان کاشته صحبت کردیم. قبل از اینکه فراموش کنم به این نکته دیگه هم توجه میدم و اون اینکه همونطور که میدونیم بسیاری از ما معنویت و حضور خدا تو زندگیامون بسیار حائز اهمیته، اما در طی سالیان تنها راه نزدیکی به خدا و آزادی معنوی برای ما از طریق مذهب ظاهراً میسر بوده. بنابراین از سر ناچاری احساس میکنیم که شاید مذهب فعلی من جوابگوی پاسخهای من و نیازهای درونی من و رهایی بخش نیست. شاید در مذهب دیگه‌ای، شاید در مکتب دیگه‌ای بتونم اون چیزی رو که در جستجوش هستم رو پیدا کنم. بنابراین نمونش میشه یک جامعه مثل ایران از مذهب بریده و یا به بیبندوباری رو آورده و یا به مکاتب و مذاهب جدیدتر رو آورده، از چاله در اومده افتاده تو چاه. چقدر مکاتب نوپا و مدرن هستن که هر روزه میشنویم که هموطنان ما به نوعی و در قالب‌های جدیدی درگیر یه مذهب و مکتب نوپا شدن. حیله‌های مذهب و مذهبیون یکسانه اما اشکالش فرق میکنه. گرفتار خانقاه، مکتب درویشی، نیو ایج، انرژی درمانی، صوفیگری، عرفان و هزاران هزار چیز مختلف میشیم. عزیزان، هیچ کدوم از اینا نه تنها قادر نیستن ما رو آزاد کنن، بلکه حتی نمیتونن یک قدم به آزادی ما رو نزدیک کنن. حتی یک قدم قفل روی قفل و زنجیر روی زنجیرهای فعلی ما اضافه میکنن. تا کی میخوایم پای صحبت مولانا شناسان بشینین به امید شنیدن یک نکته که به آزادی معنوی شما کمک کنه؟ تا کی؟ درس‌هایی از دیوان شمس خوبه، اما قدرت اجرایی نداره که ما رو از اسارتمون جدا کنه. عرفان به بنبست رسیده و نمیتونه شما رو آدم آزادی بسازه. آدم بهتر شدن کافی نیست، ما هنوز هممونم آدم سابقیم و هیچ کدوم از موارد بالا ما رو از درون آزاد نمیکنه. تا کی میخوایم وارد زنجیره درویشان بشیم و تا صبح با صد نفر دیگه سما کنی و دایره وار و دوار بچرخ تا بچرخیم؟ چرخش هایی بر مدار هیچت که تمام شد برمیگردی سر جای اولت، هنوز همون آدم سابقی. حجمه ای از احساسات بهت غلبه کرده اما آزاد نمیشی. هنوز در دل تاریکی شب سیگاری دود میکنی تا مثلا آرامش بگیری. گرفتاری عزیز من، گرفتار.
فکر میکنم به اندازه کافی از اسارت ها و راه حل های تقلبی آزادی بخش نما حرف زدم. این چند دقیقه پایانی رو اختصاص میدم به او که راه حل تمامی گرفتاری هاست. در هیچ کس، هیچ کس، هیچ کس غیر از اون نجات نیست، رهایی نیست، آزادی نیست، غلبه بر ضعف‌های شخصیتی، اخلاقی و رفتاری فقط از دست او برمیاد. خانم ها، آقایان، به افتخار او و به خاطر عظمت خداوند، خدای قادر مطلق که بود و هست و میآید، میایستیم و کلاه از سر برمی‌داریم. خدا میگه حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. و بعد ادامه میده اگر پسر خدا یعنی عیسی مسیح شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد هستید. عزیزان، مرگ حق ما نبود، سهم ما نبود. خدا این سهم رو برای ما کنار نذاشته بود. یک گناه جهان ما رو شکست و لعنت کرد و به بند و اسارت گناه کشید و بعد میگیم مرگ حقه. نه، اما اون چیزی که حق و حقیقت خود خداونده. هر کی خداوند رو بشناسه، هر کی خدای واقعی رو به قلبش دعوت کنه، هر کی به پسر خدا ایمان داشته باشه و به کاری که او روی صلیب برای رهایی ما انجام داده ایمان بیاره، در حقیقت از تمام گرفتاری‌هاش، گناهانش و اسارت‌هاش آزاد خواهد شد. از دست قل و زنجیرهاش، از دست اون چیزهایی که یک عمر او و رفتارهای او رو کنترل می‌کرده آزاد خواهد شد. عزیزان، هر جا که روح خدا هست اونجا آزادی است. عیسی مسیح منبع اصلی آزادی و رهایی و نجاته. هر که او رو بشناسه، هر که او رو بپذیره، هر که او رو به قلبش دعوت کنه آزاد خواهد شد. من در نام مسیح و در قوت و اقتدار نام او خط بطلان میکشم بر فلسفه، بر عرفان، بر سیاست، بر نیو ایج، بر مکاتب و بر مذاهب و بر هر آن چیزی که عزیزان و فرزندان خدا رو به بند کشیده و اعلام میکنم تلاش های فلسفه به بن‌بست رسیده است، کوشش مذهب باطله. اگر پسر خدا شما را آزاد کنه، در حقیقت آزاد هستید. به هر چه غیر خدا و پسر خدا روی بیارین آزاد نیستین و در واقع گرفتارین، در بندین، در بند اسارتین، در اسارت شیطان، در اسارت گناه، در اسارت نفس و امیال نفسانی و در اسارت مرگ ابدی خواهید بود. اما عیسی مسیح به جهان آمد تا گم شده را بیابه، آمد تا گم شده را نجات ببخشه. در هیچ جای جهان، در هیچ کلاسی، در هیچ کارگاهی، در هیچ کتابی الا در مسیح و کلام عشق و آزادی او نجات رو پیدا نخواهید کرد. من در هیچ برنامه این کارو نکردم، اما همین الان در قوت نام عیسی مسیح دعا می‌کنم برای همه اسیران، نه تنها برای اونها که در زندان مخوفی در یک جای تاریک این جهان گرفتارن، بلکه برای اسیران به ظاهر آزاد، اسیران به ظاهر با سواد، اسیران به ظاهر روشن فکر، برای گرفتاران در بند شیطان، برای اسیران در بند گناه و برای اونها که سالها راه رهایی رو نمیدانستن و برای اونها که پیغام مسیح رو نمیشناختن دعا میکنم و اعلام میکنم تمامی زنجیرها، تمامی زنجیرها، تمامی زنجیرها گسسته بشن در قوت نام خداوند. باید قلعه های فکری، روحی، روانی که از خدا نیستن منهدم بشن. اعلام میکنم برکت، اعلام میکنیم قوت، اعلام میکنیم شفا و آزادی. آزادی، آزادی و پیروزی در نام عیسی مسیح خداوند. عزیزان، من فیلسوف نیستم، معلم عرفان و مولانا شناس نیستم، صوفی نیستم، اصلا هیچی نیستم، اما یک چیز رو خوب میدونم و اون اینکه هر که نام عیسی مسیح رو امشب خواند نجات خواهد یافت. در قوت و آرامش او باشید و فراموش نکنین که چشمانی که پیوسته به شما نگاه میکنن چشمای خداست. شبتون بخیر.